میتونی یک گمشده صدا کنی. جایی ندارم و هویتی ندارم. به ملیتی شناخته نمیشم و توی دنیای به این بزرگی جایی ندارم. همیشه در حال فرارم، چون به هیچ جا تعلق ندارم و از هیچ حقی برخوردار نیستم. فقط حق دارم توهین و تحقیر بشم و به جهنمی که آخوندها برام ساختن رضایت بدم. من توی یکی از شهرهای ایران به دنیا آمدم. پدرم ایرانی و مادرم هم مال همین آب و خاکه، اما من ایرانی نیستم، چون که آخوندها من رو اینطوری تعریف کردم. اصلا دوست ندارم به هیچ جا بمونم، دوست دارم بمیرم، اصلا دوست ندارم زنده بمونم. من 10 ساله بودم که من به خانی دادن، 22 سال سن دارم. من 10 ساله بودم، خود بودم، نمیدونستم چیزی. من آوردن افغانستان. شوهر من میگه من بر میگردم، به یه شرط بر میگردم که اونجا من کار داشته باشم، چیز داشته باشم، چون اصلا به من بدم من بر میگردم. به اختیار خودمون، به اختیار خودمون. اگه به اختیار خودمون باشه یک ثانیم نمیم. کدوم مادری که بچهشو بد کرده رفته؟ ما دومیش باشیم. بچه رو میتونی بچه رو از جگر کنده شده بدی به دسته یک کسی دیگه؟ زندگی رو تو خواب نمیدیدی، تو خواب میداری دیدی برای چی بسته رو بزن داری؟ نمیخواست رو همه یک داری؟ نه، مثل به او بازی داده بیدم، بازی وعده دادم که تو پول میدی. من بی‌هویتم، چون پدرم نون شب نداشت که توی سفره جلوی ما بذاره. من بی‌کسم، چون مادرم حتی با پول رخشویی در خونه های مردم هم نمیتونست کفاف خرج بخور و نبیل ما رو بده. من اینجام چون خونهی برای موندن و سختی نداشتیم که زیر اون جمع بشیم. پدر و مادرم توی خیابون زندگی میکردن. بعضی وقتا میگه شبه که من تو نهرس کردم خیلی دلم برای تو سو، خیلی سنت کم بود. منم خودشم و خودشم بپرسیم. انگاری 30,000 تومان پدر من چیز گرفت. چی با 13 سال پیش یه ملیون هم شد. یه ملیون هم شد. صدا بچه میگه بابا زنده. یه دفعه گفت بچه من میفروشم، مگه من میزنم؟ گدایی میکنم، من بچه من نمیدم به دست میکسی. اسم مریم. مریم الان تو شوهرت کجاست؟ او قاچاق میکنه، اگه گیری بیایه میبره اونو رو از مستی میکنه. همیجه بسر پتوی باشه یا فرش باشه، یه همیجه میشونه تو آبا برای پیشنم باز کاچاق من یه خادمونی بالا یا بعد شربان من داخل همین آب بکشم. یا باش من زختم که تمیز رو میفهمی، من زختم که آشغال میاد، مثلا پوست کاهو، پلاستیکو، این سبزی ها اینا میاد داخل جوب. ظرف هم پیشتری میره اینجا خانم ها میشونه، ما نمیشونم ظرف اینجا بخاطر میکروب داره. یه دفعه شد که بچه ها مریض شد. حالا دردم رو برم به کی بگم؟ هر کس که دردی داره سراغ قانون میره. اما اگه قانونی نباشه که از حق و حقوق انسان حمایت کنه، شکایت کردن دیگه معنی نداره. به خصوص وقتی که اصلا همه این بی‌عدالتی ها به رنگ قانون باشه. من روزی یک ایرانی بودم، اما